سلام، یک شنبه و دوشنبه 24 و 25 شهریور 98 15 و 16 سپتامبر 2019 میلادی. با عذرخواهی از اینکه به دلیل سفر برنامه دو روز در یک روز خدمتتون ارائه میشه. حمله به تأسیسات نفتی عربستان کماکان در صدر اخبار دنیا قرار داره. این حمله پهپادی که مسئولیتش رو حوثی‌های یمن به عهده گرفتن باعث شده که 5 میلیون بشکه نفت از تولید عربستان خارج بشه که معادل 5% نفت مصرفی دنیاست و همین باعث شد که امروز دوشنبه با باز شدن بورس‌های مختلف نفت از 5 دلار تا 10 دلار در بازارهای مختلف و بسته به نوع نفت در هر بشکه افزایش قیمت داشت. اما اینکه آیا حوثی‌ها این حمله رو کردند یا مستقیماً کار جمهوری اسلامی است، از صبح امروز دوشنبه اخباری داره منتشر میشه با توجه به عکس‌های ماهواره‌ای، بررسی نوع حمله که انگشت اتهام به سوی ایران رفته که مستقیما از یکی از جزایر خلیج فارس که پایگاه نظامی هست پهپادهای ایرانی حرکت کردند، رفتند با مستقیما عملیات را انجام دادند و برگشتند. اگر این داستان اتفاقش اثبات بشه و شواهد نشون بده که قطعا کار ایران بوده، در واقع استیت آف وار، اعلام جنگ محسوب میشه و به دلیل همین شواهد هم آقای ترامپ اعلام کرده که به این منتظر عربستان هستند که پادشاهی عربستان چه چیز رو میگه، سعودی ها در چه کسی را عامل حملات میدونن و اینکه تحت چه شرایطی باید اقدام کرد. احتمال اینکه به دلیل اتحاد عربستان با آمریکا اگر قطعی بشه که این عملیات از خاک ایران، یکی از جزایر ایرانی و مستقیما توسط سپاه صورت گرفته، اون وقت احتمال تلافی از سوی آمریکا وجود داره. این داستان به همین دلیل هم میشه گفت که از ترس تلافی از سوی امریکا، امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضا سپاه پریشب در تلویزیون بعد از مدت‌ها که از حادثه حمله به پهپاد آمریکایی میگذشت حاضر شد و گفت که این اشتباه و آتش به اختیار عمل کردن نیروی پدافندی بوده، خود من هم بعد از زدن پهپاد فهمیدم و خلاصه نه ما جنگ میخوایم نه آمریکایی ها، که بلکه این رو به اصطلاح کولدان کنند و مانع از اوج گرفتن بشن. این بیمسئولیتی میشه گفت، این جنگ افروزی از سوی آقای خامنه‌ای و سپاه از مواردی است که ممکن است مراکز نظامی کشور ما و یا مراکز نفتی ایران رو در معرض خطر قرار بده. بر صورت اخباری است که کماکان در حال بروز شدن، ولی از مواردی است که به تدریج لحن رسانه‌های دنیا با توجه به انتشار اخباری که به تدریج داره منتشر میشه داره برمیگرده و انگشت اتهام به سمت جمهوری اسلامی دوخته میشه. از مدت‌ها قبل البته شنیده میشد که آقای خامنه‌ای، پسرش و دستیارانش در سپاه معتقدند که باید با عربستان درگیر بشن، کاری کنن که عربستان تلافی بکنه، برای اینکه معتقدن اگر با عربستان درگیر جنگ بشوند مردم پشت حکومت میرن
و اینکه قیمت نفت بالا خواهد رفت و همه دنیا اون وقت متوجه میشن که نفت ایران اگر قطع بشه ممکن است که برای همه گرون تموم بشه، و اینکه معتقدند که در یک جنگ با عربستان میتونن برنده بشن. ولی این حساب رو هم نکردن که اگر امریکا به پشتیبانی از عربستان وارد میدون بشه اون وقت هماوردی ممکن است به این سادگی نباشه. به صورت این سیاست های دیوانه وار قطعا به زیان منافع ملی و ملت ایرانه. در بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان تماشاگران شعار سحر جان روحت شاد سر دادند و بازیکنان استقلال هم کار شایسته ای کردند، به فارسی و انگلیسی روی لباسشون به هر دو زبان دختر آبی نوشته بودند. در هواداران تیم داماش گیلان هم سرودی به یاد سحر در استادیوم خواندند که بیت آخر اون هم کلن به مسئله حضور زنان در استادیوم ها ارتباط داشت و عنوان کرده بودند که خالی سکوی فوتبال ایران از زنان پاک ایران. در دنیا هم کماکان موج حمایت و یادآوری مرگ دلخراش سحر ادامه داره. بسیاری باشگاه های اروپایی دیروز یک شنبه در بازی با بازوبندهای آبی حاضر شدند به یاد دختر آبی ایران. باشگاه های زنان تیم های ایتالیایی ابراز همراهی و همدردی کردند و مریم شجاعی از فعالان حقوق زنان و از فعالان کمپین ورود زنان به استادیوم ها در مصاحبه با ساندی تایمز به درستی عنوان کرده که فیفا در مرگ سحر مقصره، برای اینکه هیچ وقت فشار کافی برای رفع تبعیض جنسیتی به ایران نیاورده. آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی هم به امضای وزرای علوم و بهداشت علوم پزشکی به دانشگاه‌ها ابلاغ شده که در نوع خودش یک فاجعه تمام عیاره. این آیین‌نامه به زندگی خصوصی دانشجویان پرداخته، موارد کشداری در اون هست که میشه هر دانشجویی رو به بهانه اون به کمیته انضباطی احضار کرد، از جمله انتشار موضوعات غیر اخلاقی در فضای وب که هر شوخی و جوک ساده میتونه دستاویز گیر دادن به دانشجویان باشه، نگهداری محصولات رسانه‌ای غیر مجاز که میتونه هر فیلم ساده ای رو بهانه قرار بده، و یا عدم رعایت ضوابط پوشش. و جالبه که در این آیین‌نامه جدید اگر حتی پیغام رسیدن احضار به کمیته انضباطی هم به دانشجو نرسه، در غیاب او میتواند کمیته انضباطی رأی بده. به این ترتیب دیده میشه که فشار سرکوب و گستروندن بال خفقان روی دانشگاه ها در آستانه مهر ماه و بازگشایی دانشگاه ها با این امضای این دو وزیر کابینه روحانی شدت خواهد گرفت. باید دید که آیا دانشجویان در اعتراض به این دستورالعمل ننگاور اعتراضی رو سامان و سازمان خواهند داد یا نه. کارگران شرکت هپکوی اراکم برای چندمین بار راه آهن شمال جنوب رو مسدود کردن. کارگران ماهاست که دستمزدهای معوقه و عدم پرداخت و نابسامانی مدیریتی در این کارخانه بزرگ رو تجربه می کنند. با امید پیروزی ایران و ایرانی.